حمایت از نیروهای امنیتی، حمایت از امنیت و ثبات یک کشور است. پس این که چگونه ما میتونیم حمایت داشته باشیم از نیروهای امنیتی ما، چی خوب است از مهمان برنامه ما آقای کنشکاه نصیری که اینا مسئول اعتلاف مدنی هستند در رابطه به حمایت از نیروهای امنیتی صحبت های می داشته باشند. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما، سلام خدمت بینندگان عزیز. خوشحال هستم که امروز صبح وقت را در این هوای سرد، در این فضای گرم سبح خورشید یاد میکنیم از اون نیروهای شجاع، دلیر و نترس کشور که همین حالا هم در سنگرها بر دفاع از اراضی کشور، بر دفاع از مردم کشور هستند و اصلا هم شاید احساس سردی نکنند چون خیلی یک وظیفه مقدس را به عهده دارند. ممنونتان آقای نصیری، چون وقت کم مونده، اگر بیشتر روی موضوع بچرخیم و صحبت داشته باشیم بر اینکه حمایت از نیروهای امنیتی چقدر میتونه باعث تقویت روحیشان باشه و اینکه ائتلاف مدنی در این قسمت تا چند برنامه‌شون رو پیاده کرده. نه تنها ائتلاف مدنی، همه نهادهای مدنی در کشور تلاش دارند در کنار نیروهای امنیتیشان استاد شوند و دفاع بکنند از کشورشان و نیروهای امنیتی کشور در شرایط فعلی به حمایت شدید مردم افغانستان نیاز دارند و حداقل مردم بتوانند پیام داشته باشند بر نیروهای امنیتیش که در هر حالتی در کنارشان هستند. آن گونه ای که چند بارم ثابت کردن وقتی مشکلات امنیتی بین افغانستان و پاکستان و حتی در حد جنگ قرار بود آغاز شود، مردم از کابل و ولایت های دیگر به طرف جلال آباد حرکت کردند و حاضر شدند در کنار نیروهای امنیتیشون استاد شوند. امروزه بدون شک که ممکن در سطح های بالای امنیتی یک مدیریت خوب نبوده باشه، ولی مدیریت خوب جنگ نبوده باشه، ولی نیروهایی که در بخش های مختلف استاد هستند و در خط اول قرار دارند، اونا شجاعانه جنگ میکنن، شجاعانه برای کشورشان کار میکنن و با یک مدیریت و مسلک خیلی عالی حرکت دارند. من فکر میکنم که تقاضای ما از مردم افغانستان، از همه نهادها همین است که در کنار این که حمایت میکنن از بخش های مختلف، از اطفال یتیم، از خانمهای بی‌وضاحت و بقیه سکتورها، خیلی خوب است که ما یک بار یا حداقل در چند ماه یک بار یاد بکنن از این نیروهایشان که در نقاط دوردست کشور فعالیت دارند. در شرایط فعلی در هر بخش دیده شوه نیروهای امنیتی سهم دارند. اگر یک محصل 4 سال بعد فارغ میشه، او در جشن فراغتش فقط معلم خود تقدیر میکنه و خود محصل تقدیر میشه، ولی اینجا اولین کسی که باید تقدیر شوه نیروهای امنیتی است. در 4 سال فراغت یک محصل چند تا نیروهای امنیتی شهید شدن، جانشان را از دست دادن تا این محصل بالاخره به فراغت برسه. در 12 سال تحصیل یک متعلم چقدر نیروهای امنیتی شهید شدن تا بالاخره این نفر تا صنف 12 فارغ شوه. و حد اقل این قسم، ما اگر کار میکنیم، اگر به وظیفه میریم و هر بحثی که باشه، در اون نقش نیروهای امنیتی خیلی جدی است. ممنونتان، مورد بسیار خوب را اشاره کردین آقای نصیری. باز هم کوتاه در اخیر گفتنیتان به مردم و کسایی که در نیروهای امنیتی در صفوف امنیتی کشور هستن چی هست؟ من میخوایم سلام داشته باشم بر همه نیروهای شجاع امنیتی کشور و پیام دارم بر همه مردم افغانستان تا میتونن کنار نیروهای امنیتیشون استاد باشن. سلامت باشین، تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین. پس چه خوب است که همیشه حمایت داشته باشیم در هر بخش، بخصوص بخش نیروهای امنیتی. و آل هم رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و ناگزیر هستیم از حضور گرم شما عزیزان. مرخص شیم تا برنامه بعد و دیدار بعد. خدا نگهدار. ما را فردا فراموش نکنین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.